سلام، شهریار حکیمی هستم. یه قسمت دیگه از ویدیو اسپورتس 20 بر از راه رسید. مثل همیشه با دو تا از رفیقای عزیزم در خدمت شما هستیم. اسماعیل ساریان. سلام بچه. و روح‌الله عیزیان. سلام. خب بچه، تو تنور لیگ قهرمانان اروپا داغه. ما هم فرصت و غنیمت شمردیم، گفتیم بیاین در رابطه با این مسابقات با شما صحبت کنیم. یه قسمت دیگه فوتبالی رفته بودیم که یه اشاره‌ای هم توی این قسمت به اون یکی ویدیو هم حتما می‌کنیم. یه قسمت این ویدیو یه جورایی ربط داره به اون قسمت اولمون، ولی خب می‌خوایم امشب در مورد لیگ قهرمانان اروپا صحبت کنیم، مسابقاتی که واقعاً فوق‌العاده بود. یعنی من میتونم بگم ما 7-8 روز خیلی فوق‌العاده رو داشتیم، 7-8 روز هیجان‌انگیز. چقدر بازی و پرگل شد. و شاید اگر بخوایم مثلا یه لیستی بذاریم بگیم که بهترین یک چهارم نهایی تاریخ UCL فصل 2023-2024 قطعا یه مدعی میشه، چون تمام تیم‌ها خوب بودن و مسابقات جذابی رو دیدیم. خب توی این ویدیو یه ارزیابی از مسابقاتی که گذشت میکنیم، دو تا موضوع خیلی مهم رو با هم بررسی میکنیم، یه نیم نگاهی هم به نیمه نهایی حتما داریم. بدون مقدمه بیشتر بریم سراغ یک چهارم نهایی. روح الله عظیم، باز همون بگو که یک چهارم نهایی چه شکلی دیدی، از جذابیتش بگو، انتظارات چی بود، فکر میکردی مثلا نتایج این شکلی رقم بخوره، کلا یه ارزیابی واسه ما داشته باش. شهریار، یادمه که بعد از شب اول با هم که صحبت میکردیم گفتم که انگار یوفا فهمیده دیگه مردم یا حداقل کسایی مثل ما دیگه رغبتی به دنبال کردنش ندارن، یه کاری کرده. ولی خب خیلی خوب و عجیب بود دیگه. شاید مثلا یکی مثل من بعد از 5 سال 6 سال همه بازیهای اون این چند شب رو دنبال کرد. ما خیلی هم تصمیم نداشتیم توی سری جدیدمون راجع به فوتبال صحبت بکنیم، ولی خب داستان اینه که این چند تا بازی واقعا نذاش که از کنارش رد شیم. از این دو تا بازی آخر که بگذریم، 6 تا بازی قبلی وحشتناک خوب بود، یعنی همشون عالی بود. یه مقداری شاید از لحاظ دفاعی خصوصا تیما اون چیزایی که انتظار داشتیم و نداشتن، برای خود من شخصا تیم آنجلوتی تو بازی اول، ولی داستان اینه که یه جورایی جذابیت رو برگردون دیگه. بعد از چند سال که خیلی بازی ها خوب نبود و اینها، مردم رو تشویق کرد برگردن به دیدن چمپیونز لیگ. یه داستان خیلی جالبی که واسه هم بود این که دورتموند تونست که از اون گروه سخت بیاد بالا، یه بازی سخت دیگر هم برد و شاید همه منتظرن که یه اتفاقی برای مارکو رویس بیفته دیگه. خب ببین رولا، نتایج چه شکلی دیدی؟ یعنی مثلا فکر میکردی همین 4 تا بیان یا اون وسط ها یه احتمالی دیگه میدادی؟ من فکر میکردم اتلتیکو دورتموند رو ببره. بایرن حتی از اون چیزی که من فکر میکردم هم ضعیفتر بود، ولی فکر نمیکردم آرسنال بایرن رو ببره. فکر کنم با وجود تمام مشکلات باز بایرن راحت‌تر ببره، ولی آرسنال خوب بود به نظرم. چون میدونم راجع به آرسنال بیشتر صحبت می‌کنی، فعلا چیزی نمیگم. و اینکه سیتی و رئال بازی عجیبی بود دیگه، یعنی بهترین اتفاقی که میتونست بیفته برای جذاب‌تر کردن این سری سیتی و رئال بود. شخصا دوست داشتم که رئال ببره، نه به خاطر آنجلوتی، به قادر به گواردیولا، ولی آره رئال برد و به نظرم آنجلوتی هم کار بزرگی کرد دیگه. اگه آنجلوتی بتونه این فصل چمپیونز لیگ هم برای رئال تموم بکنه، که امیدوارم نکنه، خیلی نگو جنبندیشو نگو چون دمونه آنجلوتی. آره باش، میدونم میخواید چی بگی، احتمالاً جنبندیشو نگو. بذار قبل از اینکه بریم پیش اسماعیل، من یه سری آمار اینجا نوشتم که مثلا بهتون بگم یک چهارم چقدر خفن بود. حالا آمار عجیب غریبی نیست، صرفا همین گلاه. ببینید، ما خب سه شنبه چهار شنبه هفته پیشو داشتیم، با این هفته وقتی شما میشنوید تقریبا 30 ساعتی گذشته از اون
مسابقات، یعنی شما جمعه دارید اینا احتمالاً گوش میدید و روزهای آینده. ببینید هفته پیش شب اولش 10 تا گل ما دیدیم تو دو تا بازی، 10 تا گل فوق‌العاده است. یه 2-2 داشتیم با یه 3-3 داشتیم، شب دومش 8 تا گل داشتیم. بعد اومدیم این هفته شب اول 11 تا گل داشتیم. یعنی شما خودتون تصور کنید توی این 3 شب یه 10 گل، یه 8 گل، یه 11 گل. رولا یه اشاره‌ای کرد دو تا بازی دیشب خب کم گل شد، ولی بازم به اینم اشاره کنیم به پنالتی هم رفت. یعنی شما هم بازی پرگل دیدی، هم کامبک دیدی، هم پنالتی دیدی. من دیگه واقعا نمیدونم ما به عنوان مخاطب حالا دیگه چی میخوایم دیگه از لیگ قهرمانان اروپا، مسابقاتی که از فصل دیگه هم کامل زیرو رو داره میشه، فرمتش عوض میشه. یه قسمت راجع به این کامل با هم صحبت میکنیم، ولی مثل اینکه این فرمت، این فرمت که دیگه آخرین دفعش هم هست، واقعا میخواد با یه سال خیلی قوی و به یاد ماندنی تموم بشه. و چرا شهریار ما همه این بازی رو همزمان باید میدیدیم؟ ببین یعنی اصلا این بزرگترین سوالیه که فکر کنم 10 سال بعدم همه میان به این بر میگردن که چرا اون سال اینا همچین تصمیم میگرفتن. ببین دقیقا من یادم، من همه جا اینو نوشتم، چون ما اصلا با هم چند نفری صحبت کردیم اونجا. یادم خودت هم اصلا خیلی تعجب کرده بودی، گفتی بابا چرا سیتی و رئال اومدید با آرسنال و بایر دوتا بازی هم که واقعا تو این چهارتا همه فکر میکنن این دوتا اصلا بهتر میشه، اینا هم همزمان بودن. بعد مثلا خیلی اومدن گفتن که مادرید نمیتونه توی یه شب مثلا دوتا میزبانی داشته باشه، از این چیزا گفتن. آقا ما که اینجا نشستیم یه راه حل ساده داریم، مگه یوفا به این فکر نکرده 2 ساعت یه بازی زودتر برگزار میشه به همین راحتی؟ الان مثلا توی ایران ساعت 10:30 شب بازی ها، 1:30 برگزار میشه، 1:10 به همین راحتی. حالا دور گروهی هم از این داستان زیاد بشه، همین دیگه. اگر مثلا یوفا دلیلش اینه که نه اون ساعت مثلا به قول معروف پرایم تایمه، همه میشینن اون موقع میبینن، چرا پس همزمان انداختی؟ چون اینطوری که خب دیگه یه بازی از دست میدن یه عده، بعد 2 ساعت بابا دیگه 2 ساعت که به جایی بر نمیخوره. بعد اتفاقا 2 ساعت زودتر باشه واسه بازار شرق آسیا اینا هم یه ذره بیشتر به نفعتون میشه. حداقل اصلا شهریار یادم یه جا خوندم که خب اروپا خیلی ساله، مخصوصا تو فصل زمستون دور گروهی برای کشورهای بلوک شرق بازی رو زودتر برگزار میکنه دیگه، و میانگین نسبی تماشاگرها هیچ موقع سقوط آنچنانی هم نداشته، و جام جهانی هم اینو نشون میده. جام جهانی فوتبال هم وقتی بازی خوبی باشه، به نظرم همه اینها بی دلیله. یکی از اون حرکتاییه که یوفا انجام داده، نه کسی میدونه چرا، نه کسی میدونه کی، هیچ کس هم جالبه که بعدش گردن نگرفت اینو. یعنی برگشتن گفتن یه کمیته اینو تصمیم گرفته، گفتن اعضای کمیته کیه، گفتن اعضای کمیته رو اعلام میکنیم، اعلام نکردن. یعنی اصلا قضیه خیلی خنده دار بود. آره دیگه، این از این مشکلات مربوط به یوفا است. ببین فوتبال انقدر فاصله انداخته با رشته‌های دیگه، این واقعیت دیگه، خب فوتبال محبوب ترینه، بعد هیچ وقت تلاش نمیکنه واسه بهتر شدن، چون میدونه مثلا رشته‌های دیگه شاید بهش نرسن. ولی خب یه آدمی مثل فلورنتینو پرز اینو میدونه که توی این دوره، توی این عصر خیلی هم کم پیش به نسل جدید واقعا شاید نشینه 1.5 ساعت 2 ساعت فوتبال ببینه. یعنی همه اینا شما باید بذاری کنار هم ببینی که چیکار کنی مثلا توی دوره جدید فوتبال بهتر بشه. ولی خب متأسفانه یوفا با این تصمیمایی که میگیره، حالا فرمت هم گفتم بهتون یه ویدیو کامل میسازیم، فرمت فصل دیگه هم که اصلا یه داستانی داره، همش هم تعدادو میبرن بالا، یعنی همش دارن تعداد تیم‌ها رو زیاد میکنن. دیگه نمیدونم واقعا یوفا ما دیگه چی میتونیم بگیم. بریم پیش اسماعیل. اسماعیل میدونم تیم مورد علاقت باخته، نمیگیم تیم مورد علاقش کیه، ولی کیتی که پوشیده اون تیمی سود کرده. راجب 1/4 مثلا بگو. راستش من در مورد چند تا چیز میخواستم صحبت کنم. قبلش ببین، حالا گفتی یکی از کاندیدای یکی از بهترین 1/4 تاریخ، برای من که حالا از موقعی که خودم دنبال میکردم به نظرم بهترین 1/4 این بود که دیدم، یعنی از لحاظ جذابیت، حالا کیفیت رو بذاریم که از لحاظ جذابیت یکی از بهترین ها بود.
بعد از اون بخوام صحبت کنم، ببین یکی از دلایلش رو من یه بارم با هم صحبت کردیم در موردش گفتم، واقعیت اینه که اون قانونی که یوفا گذاشتش، قانون گلزده حریف تو خونه حریف رو برداشت، به نظر من یک مقدار از احتیاط تیما کم کرد. یعنی وقتی تیم میاد وارد زمین میشه با خودش میگه خب من دیگه برام فرقی نداره که گل زده تو خونه حریف باشه یا تو خونه خودم مثلا حریف بیاد گل بزنه، اهمیتی نداره. برای همون یه مقدار دفاعی کمتری دیدیم، یه مقدار هجومی تر بودن تیم‌ها، مخصوصا راند اول که خب خیلی راند جذابی هم بود. در مورد بازی بعد بیان پای پی اس جی بیان جلو، فکر می‌کنم پی اس جی میبره راحت تر از این حرفا، ولی خب سر اشتباه دیدیم که اتفاقاتی افتاد که همش دست به دست هم داد، برد پی اس جی. بارسا رو فکر می‌کنم خیلی راحت تر از این ببازه. در مورد بایرن و آرسنال، خب به خاطر تجربه بیشتر بایرن و اینکه خب بازیکن آرسنال جوونن، چند سال اصلا توی همچین شرایطی نبودن و برای اولین بار بعد از چند وقت اومدن، من حدس می‌زدم که بایرن ببره، ولی بازی کرد. حتی بازی برگشتم میتونست ببره، ولی خب اون موقعی که دیگه گل خورد، دیگه ما یه چیزی از آرسنال ندیدیم که بخواد مثلا بهتر بشه، بخواد حس کنیم که میخواد مساوی کنه مثلا. در مورد دورتموند، راستش این دورتموندی که من دیدم، منو خیلی یاد دورتموند 2011 انداخته. ببین از لحاظ شرایطشون، حالا کاری نداریم، شرایطش تو تیم توی لیگ که اصلا خوب نیست، یک تیم بی انگیزه، یک تیمی که تو دفاع خوب نیستش، حملهش مخصوصا جز حمله های چند بعد این چند سال دورتموند بوده، ولی از لحاظ انگیزه تو چمپیونز لیگ و اون جنگندگی که ازشون دیدیم، خیلی وقت بود که من از دورتموند ندیده بودم همچین شرایطی. در مورد بازی رئال و اینا هم که من حدسم سیتی بود راستش، ولی خب میگم رئال آنچلوتی و هیچ وقت نمیشه کنار گذاشت از دور مدعی رئال آنچلوتی. و در مورد خود بازی هم بخوام بگم، مخصوصا بازی برگشت، من انتظار داشتم پپ یه مقدار ترس رو بذاره کنار و یه مقدار هجومی تر بازی کنه، چون وقتی شما بازیکنان یک سر تماما دفاعی هن، بازیکنان رو میاری توی وسط خط هافبک میذاری، خب تا یه حدی فقط شما میتونی جواب بگیری، و وقتی عقب میفتی جلو این رئال که شما نیاز داری که یه مقدار یه سری بازیکن باشن گره رو باز کنن، دیگه اون بازیکن نمیتونن برات این خواسته رو برآورده کنن. حالا در مورد این میشه کامل تر صحبت کرد، الان فرصت نیست، حالا بچه‌ها خواستن تو کامنت در مورد تو کامنت ها بگن، در موردش بیشتر تو کامنت ها صحبت میکنیم. آره درسته اسماعیل، یک چهارم باحالی داشتیم. منم اگه خودم بخوام بگم، خب واقعا 8 تیمی که اومدن به نظرم همه میتونستن همو بزنن، یعنی اونطوری نبود که واقعا یکی رو بگیم دست بالا رو داره. بین همه اینا شاید منم همون سیتی رو میگفتم، یعنی پی اس جی واقعا فکر میکردم بارسا رو بزنه، دورتموند اتلتیکو نزدیک بود، یعنی اونطوری نیست که مثلا بگم وای شگفت زده شدم دورتموند زده. حالا اگر برعکس میشد، بایرن هم دقیقا منم همین حرفو میزنم، به نظرم با تجربه که داره و مخصوصا این که توی بازی دوم دیگه 100% مطمئن بودن بوندسلیگا رو از دست دادن و اومدن که توی لیگ قهرمانان یه کاری انجام بدن، و سر همین آره منم فکر میکردم بایرن بزنه، ولی انتظار داشتم آرسنال بهتر بازی کنه. برخلاف روح الله، من خودم نظرم این بود که آرسنال باید بهتر بازی میکرد که راجعش صحبت میکنیم، و آره من فکر میکنم سیتی میزنه که رئال برد. خب با برد رئال بریم سمت یه موضوع جذاب، بریم در مورد کارلو آنچلوتی صحبت کنیم. کارلو آنچلوتی که وقتی این دوره این خط چیزیشو نگاه میکنیم، مربیگریشو اصطلاحاً تایملاینشو نگاه میکنیم، خب ببینید شما پارما، یوونتوس، میلان، چه میدونم چلسی و پاریس سن ژرمن و رئال و بایر مونیخ، یعنی تا 2017 که ما به آنچلوتی نگاه میکنیم، تقریبا توی هر کشوری رفت توی بهترین باشگاه اون کشور بود و یا قهرمان اروپا میشد یا قهرمان داخلی میشد. آنچنانم با این که خیلی موفق بود، شاید اون اعتباری که باید و کسب نمیکرد بهش نمیدادن،
یادم وقتی توی بایرن مونیخ با مشکل خورد و بعدش دیگه رفت ناپولی و اورتون اینا، همه گفتن دیگه تموم شد، دیگه آنچلوتی تموم شد، دیگه از سطح اول اروپا رفت کنار. ولی وقتی برگشت 2021 با ریال تو همون فصل اول هم دوباره قهرمان اروپا شد و هم قهرمان لالیگا شد، به نظرم خیلی چی داره ثابت کرد، ثابت کرد که واقعا شاید نقش مربی از این چیزی که ما فکر میکنیم خیلی متفاوته توی فوتبال. ثابت کرد که آنچلوتی مسیری که اومده چقدر پخته ترش کرده. حالا احتمالا شاید خیلی یادشون نیاد، ولی الان ما کارلو آنچلوتی رو به یه مربی خیلی خونسردی میشناسیم که کامبک میزنه، بازگشتوی خیلی خوبی داره، به این میشناسیم که خیلی خودش رو به اون بازی تطبیق میده، میتونه اصطلاحاً اون مربی حریف رو آشمز کنه، اصلا گره بزنه بازی رو و بازی رو بیره سمت خودش. ولی اگه یادتون باشه توی میلان دو تا بازی داشت که واقعا فاجعه بود و به نظر من کارلو آنچلوتی از اینا درس گرفته و این اگه دانشجوی فوتبال اینو تبدیلش کرده به یه استاد فوتبال. خب یکی که اون بازی معروف میلان و لاکرونیاس فصل 2003-2004 که 4-1 بردن و 4-1 باختن، یعنی حالا اون موقع من یادم توی مجله و روزنامه زیاد از لفظ کامبک استفاده نمی کردم، ولی لاکرونیاس یکی قوی ترین کامبک های UCL رو زد. و دیگه معروف ترینش هم همون معجزه استانبول بود دیگه که 3-0 افتادن جلو بعد باختن. یعنی میخوام بگم کارلو آنچلوتی دقیقا انگار از همه اینا درس گرفته، حتی از باخت سال پیشش مقابل سیتی، اون 4-0 که توی اتحاد بود همه میگفتن که وای چقدر آنچلوتی بد بازی کرد، باید نمیدونم بازی رو خفه میکرد، نباید اینقدر اجازه میداد به سیتی. حالا این وسط خیلی فاکتورهای مختلف هم میاد دیگه، مثلا سیتی قوی تر بود، به نظر من واقعا سیتی فصل پیش قوی تر بود. من هنوز فکر میکنم که سیتی نتونسته جایگزین خوب واسه ایلکای گوندوگان بیاره، ولی خب میبینیم واقعا درس گرفته آنچلوتی و شاید واقعا به سمت پنجمین قهرمانی هم بره. هر دفعه که توی رئال مادرید بوده حداقل نیمه نهایی رسیده، یعنی شما نگاه کنید چه کارنامه خوبی داره، قهرمان نیمه نهایی، قهرمان نیمه نهایی، الان نوبت اینه که قهرمان میشه. خب روح الله من میخوام تو از این به من بگی جایگاه کارلو آنچلوتی توی بهترین مربیای تاریخ رو کجا میبینی؟ جایگاه کارلو آنچلوتی یه آدم متفاوتیه. ما خیلی مربیا رو داشتیم که خیلی خوب بودن توی بازی ملی ولی هیچ موقع توی تیمای باشگاهی نتیجه خوبی نگرفت. آنچلوتی واقعا آدمی که طی این سالها خیلی تغییر کرده، یعنی همونجور که خودت گفتی از اون مربی که بلاهای وحشتناک سر بازیکنها می آورد و لجبازیهای الکی می کرد تا بیرون کشیدن بهترین مدافع تاریخ فوتبال موقعی که تو فینال جهان فینال UCL جلویی و بعد تیم اصلا از هم میپاشه و آنچلوتی از این کارا زیاد میکرد، ولی همیشه آنچلوتی رو به پیشرفت بوده، همیشه رو به پیشرفت بوده. یعنی فکر میکنم که تنها مربی که تمام این سالها هیچ پسرفتی نداشته حتی زمانی که تو تیمای ضعیف‌تر بوده آنچلوتی بود. یعنی حتی اون دوره‌ای هم که آنچلوتی رفت تو تیمایی که به اندازه تیمای همیشگیش خوب نبودن باز آنچلوتی رو به پیشرفت بود. برای آنچلوتی واقعا به غیر از رئال ماجرای لیگ و چمپیونز متفاوته دیگه. آنچلوتی هر جا بوده تو چمپیونز خیلی خوب بوده. یه حرف خیلی جالبی روی کین زد، گفت که آنچلوتی تنها مربی روی کره زمینه که فهمیده که یه دفاع ایتالیایی چطوری میتونه یه هافک منظم داشته باشه. یعنی این شاید به نظر من بهترین تحلیل از روند آنچلوتی بعد از اون میلان پرمهره است. یعنی بعد از اون واقعا آنچلوتی به عنوان یه بازیکنی که خودش هم تو میلان و ایتالیا همچین اثری داشت، تو یه تیمی که خیلی قدرت دفاعی خوبی داشت، بازیساز نه پیلو تور بود ولی خیلی بازیساز خوبی بود. الان هم تو دوران مربیگریش همین شکلیه. آنچلوتی همیشه تیماش یه دفاع خیلی خوب دارن، ولی آنچلوتی تنها ایتالیاییه که کشف کرده چجوری میشه هافک خوبم داشت.
به نظرم دوران آنجلوتی و رئال خیلی دوران فوق‌العاده‌ایه. قطعا وقتی تو توی تیمی مثل رئال تو دو دوره مختلف جز بهترین مربی‌های تاریخ اون باشگاه باشی، نمیشه تو رو از لیست بهترین مربی‌های تاریخ هم کنار گذاشت. ولی میگم گذاشتن آنجلوتی تو لیست، شاید اگه بخوای حتی 10 تا مربی برتر فوتبال تاریخ رو بگی، همیشه اون نقص رقابت تو لیگو داره، ولی خب رئال خیلی اون نقص رو کمتر کرد. ولی میتونم بگم که در روبه تکامل رفتن مربیان تاریخ همیشه آنجلوتی از همه بهتر بوده. هیچ موقع از این که خودش رو تغییر بده نترسیده. یعنی هیچ چیز این رئال و اون میلان با هم قابل مقایسه نیست. هیچ چیز. یعنی شما از خط دفاع شروع بکنی تا مهاجم، این آدم تمام تفکراتش رو عوض کرد و این فوق‌العاده است. برای من آنجلوتی همونجور که توی داستان پپ و یورگن کلوپ گفتیم، برای من آنجلوتی بهترین مربی حال حاضر فوتبال جهانه. و این که بخوایمش تو لیست بهترین مربی جهان بذاری، من خودم خیلی بهش فکر نکردم هیچ وقت، چون خیلی اسمای دیگه قبل از آنجلوتی داشتم، ولی آنجلوتی تو این عصر فوق‌العاده بوده. ببین دقیقا یه موضوعی که هست، مثلا ما وقتی میگیم مربی ها رو، حالا به درست یا غلط، وقتی میخوان دستبندی کنن یا حداقل میخوان مثلا بگن امضای اون مربی چیه، مثلا کلوپو میان به گگن پرسینگ و اون ترانزیشن های سری مثلا میشناسن، گواردیولا رو مثلا به مالکیت توپ میشناسن، جوز مورینو مثلا به اون دفاع قویش میشناسن، به اینکه بازی کامل خفه میکنه، حالا مثلا سیمونه هم داره این شکلی میشه. ما آنجلوتی واقعا به چیزی نمیشناسیم. یعنی وقتی در رابطه با آنجلوتی صحبت میکنیم، میبینیم توی هر تیمی که بوده با توجه به شرایط، با توجه به ابزاری که داشته، سعی کرده بهترین بازی رو از همونا بگیره. و به خاطر همین هم هست که حالا شاید خیلی ها اگه بخوان با این فلسفه برن جلو که حتما باید یه مربی فلسفه خودش رو داشته باشه و اینا، واسه همین ما زیاد اسمش رو نمیشنویم. ولی دقیقاً این تکاملش فوق‌العاده بوده. در اون موضوعی که در رابطه با لیگ گفتی درسته، مخصوصا میلانیا میگن ما اون موقع که آنچلوتی بود با اون ستاره ها باید خیلی بیشتر لیگ میگرفتیم، ولی خب الان داریم میبینیم دیگه، الان داریم میبینیم که رئال واقعا این مشکل هم برطرف کرده تا حد زیادی و واقعا نمیشه به نظر من کار آنچلوتی رو دست کم گرفت. در رابطه با کار آنچلوتی گفتیم، بازی دیشب، بازی برابر سیتی، از اون مدل بازی است که من فکر کنم حداقل تا چند سال دیگه خیلی بهش اشاره بشه، یا توی بازیایی که با سیتی دارن تیمای حریف خیلی برگردن به سمت این بازی. اسماعیل میدونم که این بازی رو... قبل از اینکه برید، حالا که این حرف بریم، قبل اینکه این حرفو زد، بخاطر اینکه حرفو زدی، این نکته رو اشاره بکنیم که شاید سالها راجع به ترانزیشن بین مدافع وسط و هافبک دفاعی، کاری که کارلو آنجلوتی تو بازی دیشب کرد، بشه صحبت کرد. دقیقاً اصلا چند تا بازی داره آنجلوتی، حالا از قضا یکی دو تاش جلو خود گواردیولا هم هست که به نظر من اصلا ارزشش چندین برابر میکنه. بازی معروف آلیانز آرنا که دیگه میدونیم اون 4-0 رئال، و این بازی دیشب هم واقعا یه چیز عجیب غریبی بود. میدونم اسماعیل این بازی رو با جزئیات داشت تماشا میکرد، میدونه که آنجلوتی چیکار کرد و یه انتقادی هم به گواردیولا داشت که به نظر من هم درست بود. اسماعیل در رابطه با این بازی یه ذره واسه ما بیشتر صحبت کن. خب ببین، میگم جزئیات که خیلی زیاده، ولی من بخوام در مورد خود آنچلوتی و تیماش بگم، ببین یک ذهنیتی کلن رو رئال توی چمپیونز هست. خب حالا تو چمپیونز شما هر تیم دیگه ای باشی، این ذهنیت روی تو مقابل رئال هستش که رئال هر چقدر هم دست به پایین داشته باشه جلو تو، قطعا میتونه برگرده به بازی. حالا شاید کمترین تیمی که امسال این حس جلوش بودش، شاید باید ما همین سیتی رو میدونستیم، و برای همین من انتقاد داشتم نسبت به کاری که پپ کرد، که خیلی محتاطانه به بازیکناش گفته بود بازی کنن.
مخصوصا مثلا سمت وینگراش رو بخوایم چک کنیم، اصلا وینگراش ریس نمی کردن، یعنی اصلا به تو نمی زدن، همش می آمدن یا وسط یا به عقب پاس می دادن. خب منطقی هم است با ترکیبی که داشتش همچین نتیجهی بگیره. من به شخصه فکر میکنم خیلی زودتر بخواد دست به تغییر بزنه تو طول بازی، مخصوصا دوکو رو احساس میکنم خیلی زودتر، اصلا من خواهم بودم نیمه دوم می آوردمش کنم، اصلا گریلیش هیچ کاری نمیتونست بکنه. حالا خود پپ به نظر میرسید که اینو ازش میخواستی خیلی ریسکی بازی نکنه، چون واقعیت اینه که میدونه که توی ضد حمله رئال ممکنه چه بلایی سرش بیاره، ولی بیشتر اینو آمد اولویت قرار داد تا اینکه بخواد بازی رو بهتر شروع کنه و ببره. یه چیزی هم من بگم چقدر ما میدیدیم سیتی داره سانت میکنه دیشب، چیزی که اصلا از سیتی نمیبینیم واقعا. بابا این تا سانت میکردن اکثرا نه اصلا به گریلیش بود، کورنر هم که فکر کنم رکورد زدن دیگه، گریلیش اصلا به تو نمیزد، فکر کنم یک یا دو بار من دیدم گریلیش به تو بزنه، در صورتی که خب ما میدونیم که میتونست این کار انجام بده. و در مورد خود آنچلوتی، ببین آنچلوتی خودش هم گفت ما از پارسال درس گرفتیم، گفتش این سری من با این ذهنیت آمدم تو بازی که اول بازی همون اول ما ضربه‌مون رو بزنیم، و این اتفاق هم افتاد و بقیه بازی دقیقا طبق چیزی که خودشون میخواستن پیش رفت. و اصلا یک چیزی که هستش توی تیم آنچلوتی، انگار حس میکنید مسئولیت پذیری بازیکنان رئال خیلی بیشتره توی چمپیونز و تلاش خیلی زیادی میکنن. ما اینو میتونیم توی بازیی که دیشب انجام شد ببینیم. مثلا یک جای دیگه رئال گلو که خوردش، اگر دقت میکردی بازیکناشون انگار تموم کرده بودن، یعنی تموم شده بودن، ولی کادر آنچلوتی و کلا نیمکت رئالو میدیدی هیچ کی رو زمین روی نیمکت نشسته بود، همه بلند شده بودن، تکاپو افتاده بودن، تلاش میکردن که دوباره به بازیکن انرژی بدن. و این چیزیه که خب تو تیم آنچلوتی هستش، حتی تو رئالش که زیاد دیده میشه، یعنی خودش هم اصلا آروم نمیشینه کنار زمین، یا اگر هم آروم نشسته باشه در حال صحبته، یا اینکه مثلا بقیه آمدن کنار زمین دارن انرژی رو تزریق میکنن به تیم. در مورد خود بازی، ببین لونین بعد بازی آمد گفتش که من خودم نمیدونم بازیکن‌ها چطوری اینقدر دویدن، یعنی گفته که آقا من 5 دقیقه اینقدر نمیتونم، 5 دقیقه نمیتونم مثل بازیکنایی که بچه‌ها هم تیمیایی که امشب دویدن من بخوام بدوام. واقعیت هم همین بود، ما مثلا در حدی بود این وضعیت، مخصوصا سه بازیکن جلوی زمین رئال که وینیسیوس و رودریگو و بلینگام بود، بلینگام که دیگه آخرش دیدیم اون صحنه افتاد روی زمین بغل میکرد خود ادرسون رو، دیگه نمیتونست بلند شه. حالا نمیدونم در جریان هستن بچه‌ها یا نه، بلینگام وسط نیمه دوم حتی بهش دستگاه تنفس وصل کردن، اینقدر که دیگه بریده بوده. وینی هم که دیدیم چطوری رفت بیرون از زمین، خود کارواخال که دیگه نمیتونست بلند شه راه بره، یه جوری با تمام وجود جنگیدن برای تیمشون، یعنی این حس مسئولیت‌تر رو دارن در اونش. حالا بحث تاکتیکی رو بذاریم کنار که جا برای صحبت خیلی زیاد داره، ولی این نکته ای بود که من فکر می‌کنم به حالا نکات تاکتیکی پپ که هر چند هم اشتباه بود یه سری چیزاش چربید. آخر بازی هم بعد بازی هم اینو من صحبتام با این تموم کنم که بلینگام در مورد اعتماد به نفس و آنچلوتی به بازیکن‌ها میده اینجوری گفت که من قبل بازی دیدم رئیس، حالا به آنچلوتی رئیس که میگفتش، دیدم آنچلوتی داره خمیازه میکشه، گفتم خسته ای رئیس؟ بعد مثل این که آنچلوتی بهش گفته که آره خسته هم، منتظرم شما ببینید تو بازی منو به هیجان در بیارید، باید این کار انجام بود. واقعا همچین شخصیتی هم به بازیکن‌ها داده و همچین اعتماد به نفسی هم بهشون میده. ببین همینه دیگه، واقعا من اول صحبتام راجع به آنچلوتی گفتم که وقتی برگشت به رئال تو 2021 اون موفقیت رو گرفت، به نظر من یه ایده جدید از مربیگری داد. اصلا مربیگری چیه؟ مربیگری تو فوتبال اصلا چقدر تاثیر داره؟ چون ما میدونیم خیلی این بحث میشه دیگه، یه سری ها میان میگن آقا مربی توی فوتبال اونقدر که فکر میکنید علاوه تاکتیکی اینا تأثیر نداره. حالا ما میتونیم چون ما رشته‌های دیگه هم کامل دنبال میکنیم، مثلا خیلی میتونیم پل خوبی بزنیم به بسکتبال و فوتبال آمریکایی که به نظر من مثلا اونجا نقش مربی خیلی بیشتره.
و به نظرم آنچلوتی دقیقا داره اینو ثابت میکنه که چقدر لحاظ روحی تو میتونی به بازیکنات مثلا روحیه بدی، چقدر میتونی روی اونا تاثیر بذاری. در رابطه با صحبت های بیلینگام هم که گفتیم چقدر خوب صحبت کرد، بعدش اومد گفتش که اینجا رئال مادرید، من که انتقاد میکنم خب من باید قبول کنم دیگه، من اومدم اینجا که از این فشارا رو من باشه، و اصلا اگر خلاف این بود من تعجب میکردم. گفت بازیکنی که میاد اینجا میدونه رئال مادرید تو همیشه باید واسه برد بجنگه، همیشه روت فشاره. که بعد چیزم ریو فردیناند بهش گفت که تو چند ساله داری این شکلی صحبت میکنی، و واقعا واسه یه بازیکن 20 ساله خیلی چیز جالبی بود. یه نکته هم در مورد ادامه صحبتاش بود که جالب بود برای من، این بود که گفت بردن سیتی برای ما یه دستاورد ذهنی بود نه چیز دیگه. آره واقعا میگم رولان بهش اشاره کرد، این برده به نظر من حالا فارغ از این که اگه رئال قهرمان میشه که خیلی دیگه بیشتر تو چشم میاد، ولی اگه قهرمان هم نشه به نظر من این برده یه چیزیه که واقعا ثابت میکنه که یه تیم اگه حتی دست پایین هم داشته باشه تو اتحاد هم میتونه حتی یه کارایی بکنه. میدونم داریم در رابطه با لیگ قهرمان صحبت میکنیم، میخوایم یه نگاهی داشته باشیم به تیمی که حذف شد، شاید حالا درست و غلط یه ذره انتظار ازش بیشتر بود، اونم آرسنال و میکل آرتتا. دوست دارم خیلی کوچیک راجع به این صحبت کنیم. آرسنال بعد از 5-6 فصل برگشت لیگ قهرمانان، انصافا قرعه خیلی خوبی خورده بود، یعنی شما اگه از اول نگاه کنید خوبی نخورده بود اصلا، تا الان که خورد به بایرن هم که خب بعد از 11 فصل بوندسلیگا رو از دست داد، یه سری ها اومدن گفتن که دیگه وقتش آرسنال ببره. رولو میخوام راجع به این ازت سوال کنم، آیا انتظارات از آرسنال اصلا بجا بود؟ آیا آرسنال مثلا تا همین هشت اومد واسهش خوب بود توی فصلهای بعد باید انتظار داشته باشیم، یا نه الان باید مثلا بایرن رو میزنن؟ شهریار بذار حرف از این تموم کنیم که شروع بکنیم که پیرو حرفای قبلیمون، اینو یادم اومد که تیریانه همی حرف جالبی زده بود که مربیگری گاهی وقتا خیلی کار پیچیده ای نیست، تو فقط کافیه که یه شمه‌هایی از دلبسکه بودن تو خودت داشته باشی. به نظرم آنجلوتی الان اونجاست، آرتتا هم میتونه اونجا باشه، یعنی من خودم آرتتا رو الان تو اون قسمت از جریان فوتبال قرار میدم. آرسنال رو به پیشرفته توی چند سال گذشته، باید به رفتن آرتتا فکر کرد، بزرگترین اشتباه جهانه، یعنی به نظرم خیلی اشتباه بزرگی. آرتتا توی دو سه فصل گذشته، یه لحظه چمپیونز رو بذاریم کنار، اونجایی که باید میرفت نتونست خودش رو جدا بکنه، و شاید دلیلش همین بود که آرسنال اونجایی که لازم بود مهره لازم رو نداشت. من هنوز اینو اشتباه آرتتا نمیدونم، چه فصل پیش چه این فصل، و داستان اینه که کاش این آرتتا اون مسعود اوزیلو داشت. و حالا بیایم به چمپیونز لیگ. خیلی گروهشون آسون بود، اومدن بالا، قرعه خوبی خوردن، و به نظر من تا همین جای چمپیونز لیگ هم برای آرسنال خیلی خوب بود. یعنی آرسنال مهره ای نداره که بخوایم توقع بیش از این ازش داشته باشیم. ولی یه ولی بزرگ اینجا هست، آرتتا باید به این فکر بکنه که اگر میخواد خودش رو در آرسنال حفظ بکنه، یه کاری بکنه که بتونه لیگ رو بگیره، خصوصا تو این فصلایی که همه هی امیدواریم منچستر برگرده، شاید بر نگرده، سیتی و پپ خیلی خوب نیستن، چلسی خیلی خوب نیست، لیورپول شاید دچار مشکلاتی بشود. بهترین فرصت هست که آرتتا بتونه یه کاری بکنه و لیگو بگیره، نشه جریان فصل لستر سیتی. و داستان اینه که به مهره نیاز داره. راجب چمپیونز لیگ، حالا که رسیدیم به اینجا، توقعات از آرتتا تو چمپیونز لیگ هم بالاتر میره. آیا آرسنال فصل بعد یا حتی فصل بعدترش با آرتتا میتونه مدعی چمپیونز لیگ باشه؟ من بعید میدونم.
ولی مسیر آرتتا غلطه؟ نه، مسیر آرتتا من هنوزم ایمان دارم که درسته. آرتتا باید الان اون نقطه‌ایه که باید تیمش رو یکم تقویت بکنه و نمیدونم فصل بعد چجوری ماجرا پیش میره. سیتی بعد از سیتی الان چمپیونز از دست داده، قطعا به لیگ تمرکز میکنه و آرسنال خیلی بعیده بتونه لیگ امسال رو بگیره. ولی فصل به نظرم با این فصل خوب، نه تو لیگ ولی تو چمپیونز لیگ، فصل بعد فصل حساسی برای آرسناله. ولی این فصل با وجود تمام مشکلات لیگ هنوزم آرتتا مربیه که باید بهش اطمینان کرد و خیلی هم خوب پیش اومد، خیلی خوب پیش اومد تا همینجا. ببین من اصلا در رابطه با آرسنال قبل از اینکه بریم پیش اسماعیل اینو میخوام بگم، هدف آرسنال چیه؟ من به نظرم قبل از اینکه اصلا آرتتا رو بخوایم بسنجیم باید هدف آرسنال رو ببینیم چیه. ببین شما وقتی یه پروژه‌ای شروع می‌کنی، یه پروژه ورزشی توی ورزش تیمی، خب قطعاً اول یه هدفی مشخص می‌کنی. آقا من با توجه به این ابزاری که دارم، با توجه به این سابقه‌ای که دارم، هدفم مثلا رسوندن تیم به قهرمانی. هدفم اینه که یه لول بهتر بشم. هدفم اینه که دوباره مدعی بشم. من به نظرم در حال حاضر حس می‌کنم هدف آرسنال، حالا از مدیریت بگیر، اینه که آرسنال دوباره برگرده به یه تیمی که مدعی باشه و برسه لیگ قهرمانان اروپا. یعنی من حداقل تو این بازه‌ای که آرتتا اومده تو این پنج فصل این شکلی، یعنی به من این حس رو داده که آقا آرسنال یه زمانی با ونگر واسه قهرمانی لیگ نمی‌جنگید، ولی مثلا همیشه بین چهارتا بود که حالا میمم شده بود که همیشه آرسنال چهارم میشه، ولی خب به لیگ قهرمانان میرسید. یکی دو فصل یه بار حذفی مثلا میزد، یکی دو تا جام دیگه میزد. من حس میکنم پروژه آرسنال با آرتتا این بوده که آرسنال رو احیا کنه، چون خب میدونیم دیگه آرسنال دیگه حتی همون چهارومی هم که مسخرش میکردن نمیرسید و لیگ قهرمانان نمیرن. حس میکنم انگار این پروژه به اینه که فعلا آقا ما دوباره مدعی بشیم. حالا من در رابطه با خرج آرسنال، این فصل به نظرم واقعا خوب خرج کردن و این چیزیه که به نظرم فشار رو روی آرتتا زیاد کرد، مخصوصا پولی که واسه رایس دادن، خیلی میتونستن کمتر بدن و خودمون دیگه رکب زدن به آرتتا. رکب هم مثلا خود گواردیولا و سیتی زدن که خودشونو وارد اون رئیس گرفتن رایس کردن و همه میدونستیم نمیخوان رایس رو بگیرن، ولی قیمتش رفت بالاتر. آرسنال هم با قیمت بالا خرید رایس رو و همینا فشار رو روش زیاد میکنه. من به نظرم فصل دیگه خیلی حیاتیه واسه آرسنال، چون واقعا منم بعید میدونم الان حتی لیگو از دست بدن با آرتتا قطع همکاری کنند، چون به نظر منم تا الان مسیر درست بوده. ولی منم میخوام همون ولی و امای روح الله بگم، آیا میکل آرتتا مربیه که صرفا میتونه یه پروژه رو بالا بیاره، استارت یه پروژه رو بزنه، یا مربیه که میتونه پروژه رو به اوج برسونه؟ اوج یعنی قهرمانی. فعلا آرتتا نشون داده که واسه استارت پروژه مربی خوبی بوده، ولی تا اینجا من چیزی ندیدم ازش که آرتتا به مربی تبدیل بشه که بتونه این پروژه رو به اون لول آخر برسونه. اسماعیل در این رابطه چه صحبت هایی داری و به نظرت آرسنال با آرتتا باید ادامه بده یا نه؟ ببین این که سوالش رولا هم گفت، به نظر من هم که قطعا باید ادامه بده، ولی یک جای حرفای رولا رو من باش موافق نیستم. ببین ترکیب آرسنال خب ترکیب ضعیفی نیست، ترکیب معمولی هم نیست، ترکیب خوبیه، خب جز ترکیب خیلی خوب هم هست. از لحاظ بخوای ارزش هم حساب کنید ترکیب خیلی با ارزشی دارن، ولی یه مشکلی دارن. مشکلشون هم اینه که این ترکیب اکثرا بازیکنهای جوونی هن که رو همینجا رشد کردن و اسم بزرگی ندارن، مثلا یک رهبر بزرگی ندارن، یک اسمی که ما همه بدونیم که میتونه اون لحظه بازی رو تغییر بده. ببین الان چیزی که فصل اولین اولویتی که به نظرم آرسنال باید برای فصل بعد بذاره اینه که یه بازیکن بیاره توی مخصوصا بخش هجومی تیم و
بازیکنی باشه که دیگه مثل ساکا اینا نباشه، بازیکنی که خودش ثابت شده باشه و بازیکنی باشه که بتونه بازی رو برای شما در بیاره. یعنی یه جایی که گیر کردی خلاقیت اون بازیکنه در بیاره بازی. حالا گفتیم مسعود اوزیل، حالا یه همچین بازیکنی که یا حداقل یه وینگر خیلی خوبی یا یه مهاجم نوک خیلی خوبی که ولی ترجیحاً وینگر خیلی بهتر، یک بازیکن هجومی خیلی بهتر پشت مهاجم باشه، در کل کسی که بتونه بازی براشون در بیاره. در مورد این فصل آرتتا، ببین آرتتا به قوره سختی نخورد و تا اینجا آمد بالا. اگر ما بخوایم بارسا رو در نظر بگیریم، من میگم بارسا اینجا هست شد براش تقریبا یه موفقیت محسوب میشه. با این پروژه‌ای که دارن، با این بحث وضعیتی که دارن، براش موفقیت محسوب میشه، مثلا با این عملکردی جلو پی اس جی داشتش. ولی برای آرسنال من اینو واقعا کار خیلی بزرگی نمیدونم و کار میتونست بهتر باشه، یعنی باید بهتر میبود. واقعیت اینه که هر چقدر بایرن، حالا ما بگیم که تجربه رو داره، ولی بایرن خیلی خوبی نبود. اگر این آرتتا و این آرسنال جلوی بایرن مثلا سال گذشته قرار میگرفت چی کار میکرد؟ آرتتا من انتظار بیشتری داشتم، انتظار داشتم که واقعا بره بالا. درسته که من سر تجربه میگفتم بایرن باید بره بالا، ولی آرتتا انتظار بیشتری از تیمش داشتم، مخصوصا وقتی عقب افتاد که ما دیگه اصلا حس نمی کردیم این تیم قرار کامبک بزنه. حداقل اون چیزی که آنچلوتی به تیم تزریق کرد قطعا نداشتش آرتتا و آرسنال، در صورتی میتونست شاید یه مربی دیگه بودش اون شرایط رو میتونست برگردون و کامبک بزنه. خب ببین، به نظرت آرتتا همون مربی است که میتونه پروژه رو تا یه جایی ببره، بقیش رو باید برن دست یکی دیگه، یا نه به نظرت مثلا فصل بعد یا دو سه فصل دیگه آرتتا خودش میتونه تیم رو به یه لول جدید ببره؟ ببین تا اینجا خب در حال تکمیل کردن راستره یا همون ترکیبه بودن، به نظرم هنوز یکی دو تا مهره دیگه لازم دارن که فصل بعد قطعا میرن سراغش. یعنی اگر نرن سراغش و اون ضعف و پوشش ندن، این دیگه قطعا مشکل آرتتاست. ولی خب به اون لولی رسیدن که دیگه تقریبا تکمیل داره میشه تیمه. باید نتیجه رو فصل بعد واقعا در نظر بگیم که چه اتفاقاتی میفته و طبق اون ما قضاوت کنیم که دیگه همچین مربی هست یا نه. در مورد این فصل قطعا باید نگهش دارن، حالا که شروع کردیم باید تا آخرش باشه دیگه، تا آخر اون بشه. باید این اتفاق بیفته و ادامه بده. فصل بعد باید این چطوری میشه به قول خود. دقیقاً. خب اینم از میکل آرتتا و آرسنالی که میتونستیم حتی یه قسمت خیلی کامل صحبت کنیم، ولی حیف بود چون الان واقعا راجع به اینم زیاد صحبت میشه. خب بچه‌ها بریم سراغ نیمه نهایی. نیمه نهایی که ما رو بوده 10 سال پیش داره میندازه. فینال ومبلی 2013 فینال کجا بود؟ ومبلی. دو تا تیم از بوندسلیگا همون دورتموند و بایرن دوباره رسیدن، رئال مادرید دوباره رسیده، رئالی که هر فصل تقریباً داره میرسه، فقط به جای بارسلونا پی اس جی اومده. اگه بارسلونا هم میزد دقیقاً همون نیمه نهایی 2012-2013 میشد. خب من خودم بذارید خودم شروع کنم انتظاراتمو از نیمه نهایی بگم. روی کاغذ بکنم رئال پی اس جی محتمل ترین باشه، یعنی روی کاغذ، یعنی این حس به آدم دست میده. و خیلی هم جالب میشه کیلیان امباپه ای که احتمالا آخرین مسابقهش میشه واسه پی اس جی، بعد مثلا جلو رئال و شما فکر کنید گل قهرمانی پی اس جی رو بزنه بعد بخواد بیاد رئال. یعنی این داستانای ورزش رو من وقتی میذارم کنار هم اینا خیلی جالب میشه. یعنی این یه فینال جالبه. اگر دورتموند بایر میشه دوباره تکراره همون فینال 2013، دو تا تیم از بوندسلیگا، تیمایی که الان داریم صحبت میکنیم دوم و پنجم بوندسلیگا، میان تو کشوری که میگه دیگه من از همه بهتره ولی خودش نماینده نداره. یعنی اینم دوباره یه داستان جذاب دیگه از دلش میتونه در بیاد. اگه بخوایم مثلا پی اس جی و بایرن رو بگیم، پی اس جی بایرن دوباره مثل همون کووید دیگه، دوران کووید هم دوتا و هم خورده بودن و حتی دورتموند و رئال مادرید هم میتونه جالب باشه، ولی فکر کنم دورتموند و رئال مادرید از لحاظ داستانی نسبت به بقیه یه ذره کمتره مثلا اون جبش. میگم روی کاغذ رئال و پاریس سن ژرمن فکر کنم
خیلی محتمل باشه، ولی من اگر بخوام قرعه دل خواهم رو بگم دورتموند و بایرن رو من واقعا دوست دارم ببینم. گل نظرت چیه؟ والا من الان بایرن لیگو از دست داده و خیلی خطرناکتر از همیشه است. خیلی خطرناکتر از همیشه است. ولی دوست دارم که شخصا دوست دارم که رئال از اون سمت بیاد بیرون، چون به عنوان یه آلمانی دوست دارم که این بایرنه یه تکونی بخوره برای تیم ملی. یعنی دلیلم فقط همین. از اون سمت من به عنوان یه شالکه‌ای نباید اینو دوست داشته باشم که اصلا دورتموند به موفقیتی برسه، ولی من واقعا آرزو میکنم که دورتموند بتونه قهرمان بشه با یه شرایطی. و رویس اصلا یه اتفاق عجیب و غریبی براش بیفته. مشکل الان دورتموند و تیم اینه که باید با لایپزیگ هم بجنگن که سهمیه لیگ قهرمانان رو بگیرن، چون قطعا اون تیمای بالاتر که کارشون تمومه، لایپزیگ و دورتموند باید برای اون آخرین سهمیه لیگ قهرمانان با هم بجنگن. این شاید یکم کار دورتموند رو سخت بکنه، ولی هیچ چیزی غیر ممکن نیست. اینا علاقه‌ایه، ولی عقلن من هم فکر میکنم که رئال و پاریس برسن، و اگه رئال و پاریس برسن قطعا دوست دارم که رئال قهرمان شه دیگه. یعنی هیچ کسی فکر نکنم دوست داشته باشه که پاریس سن ژرمن یه جامی یه جایی به غیر از فرانسه ببره. خب پس ببین تو هم همون منطقی رو بخوایم حساب کنیم، رئال پاریس سن ژرمن، ولی دلیت رئال دورتموند، درسته؟ آره. اسماعیل نظر تو چیه؟ ببین در مورد دورتموند و پاریس سن ژرمن که با این وضع دفاع دورتموند، حالا جلوی اتلتیکو بود نتونست اونقدر ضربه، با اینکه بازم کم گل نزد به دورتموند، ولی جلوی دمبلو امباپه من فکر نمی‌کنم بتونه اصلا جلو خودش بگیره، فکر می‌کنم اوضاع خراب بشه. مخصوصا اینکه انریکه تو بازی برگشت نشون داد که اون تصمیماتی که باید بگیره رو میتونه بگیره. برای همون رئال پی اس جی من حس میکنم بیان بالا، ولی دورتموند از لحاظ قدرت اصلا چیزی که توی بوندسلیگا هست نیست واقعا. اصلا اون بخوایم تقویمون ما قضاوتشون کنیم که اصلا نباید تا این مرحله میومدن. از اون طرف هم که رئال واقعا میگم آرسنال هم باید این بایرن رو میبرد دیگه. رئال که با این وضعیتی که داره فکر میکنم ببره، اگر نبره واقعا شکست محسوب میشه برای رئال، چون دیگه الان تیم مقابل فیوریت محسوب نمیشه. یعنی اینا الان دست بالا رو دارن توی کاغذ، روی کاغذ، و این فشار روشون هست، ممکنه این ضربه بزنه بهشون. ولی در کنار اینا من بخوام یه نکته بگم. ببین من از یک چهارم خیلی لذت بردم، خیلی هیجان بالایی داشت، ولی ناراحتم که چه اتفاق افتاد. اونم امسال. ببین امسال که این همه داستان سوپر لیگ داشتش و این همه تیمای مختلف و مثلا سران یوفا و فیفا مخالفت کردن، این اتفاق که افتاد مثل یک جوری مثل حکم تایید حرفای یوفا میشه براشون انگار. یعنی الان بگم آقا کدوم جذابیت رو میگین؟ این همه جذابیت میگین، از این بیشتر میخواین جذابیت باشه؟ خب این واقعا یه بهونه شد براشون، و من میترسم که پروژه سوپر لیگو بیشتر تاخیر بندازن، که پروژه‌ای که خیلی ضروریه برای فوتبال، میترسم که تاخیر بخوره. ببین راجع به این من فکر کنم با یه مهمان ویژه تا چند هفته دیگه صحبت کنیم. خیلی نکته خوب، واقعا خیلی نکته خوبی بود که اصلا سوپر لیگ داستانش چیه، اصلا به سوپر لیگ نیاز هست یا نه. فقط یه چیزی رو اسماعیل به من بگو، اون مسابقه فینال دلت میخواد اون چیه؟ دوست داری کدوم ها به هم بخورن؟ دیگه من لباسش رو پوشیدم. آخه من هم لباس رئال پوشیدم، بایرن و دورتموند. آره من لباس دورتموند هم پوشیدم، دوست دارم که توی فینال بایرن رو بزن. خب پس تو هم دوست داری دورتموند و بایرن بشه. ما لباس زیاد میپوشیم، ولی اگر رئال و پی اس جی شد دوست دارم پی اس جی بزنم که واکنش همون داستان امباپه و رئالی که گفته ببینم چطوری میتونه. آره این ماجرا نه داره فرافکنی میکنه. این میخواد یه ستونی به اسم انریکه در کنار ستون پپ گواردیولا برای آینده بارسایی ها بسازه. ای بابا
یه حاشیه مثل حاشیه مثلا مسی که اومد جام جهانی برد و بعد اومد خود پاریس سن ژرمن کنه، اینم چه اتفاقاتی میفته. ولی ببین واقعا حالا من میگم من رئالو پوشیدم ولی مثلا طرفدار آنچنانی رئال نیستم، دیگه بچه‌ها میدونن من خدا میدونه دیگه خیلی کلکسیون عجیب غریبی دارم، ولی منم استقبال میکنم از اینا، یعنی مثلا با گل امباپه پاریس سن ژرمن رئالو بزنه و فکر کن بخواهی مثلا یه ماه بعد بیایی تو خود رئال، اصلا خیلی وضعیت عجیب. قیمت 15 تریلیون دلار. آره دیگه. و 60% سهام باشگاه و هتل های جزایر قناری. خیلی جذاب میشه. میگم این داستان های ورزش واقعا خیلی چیز عجیب غریبی هست. خب بچه ها خیلی تونستیم به همه موضوع بپردازیم، صحبت کردیم، به نظرم دیگه نکته ای نموند. آیا حرفی هست بزنید؟ برای ورزش امیدوارم که فوتبال همینجوری خوب بمونه، که کسایی مثل منم که چندین سال رغبتی ندارن خیلی بیشتر دنبال بکنن، بیشتر دنبال کنن به خاطر ورزش. دقیقا. و اسمایل؟ من بازم میگم بچه ها اگه نکاتی دارن و میخوان سوالی دارن اصلا تو کامنت ها بپرسن، ما میتونیم در مورد خب تایم ویدیو خیلی زیاد نمیشد باشه دیگه، تایم محدود تایممون، میخوایم اگر دوست دارن بیشتر در مورد نکات مختلف صحبت کنیم تو کامنت ها حتما بگم به ما. دقیقا ما واقعا قصدمون این بود که مثل ویدیو فصل عادی NBA اینو کم بذاریم، ولی دیدید موضوع جذاب ما نمیتونیم واقعا ازشون بزنیم. امیدوارم از این ویدیو راضی باشید. شهریار حکیمی، اسماعیل ساریان، رولا عیادیان، تا یه قسمت دیگه.